امروز میخواییم با هم یه غذای خوشمزه با بادمجون و گوشت چرخ کرده بپزیم. بریم شروع کنیم. 3 تا بادمجون سایز متوسط که قسمت های سر بادمجون رو برگای اضافیش رو میکنم، میبرم و اون ساقه سفتش هم میبرم و کلا اون سر رو جدا نمی کنم، به خاطر اینکه هم بادمجون قشنگتر تو غذا دیده بشه و همین که اون باعث میشه که بادمجون حین پخت متلاشی نشه. خب بادمجونمون حاضر شد به این صورت. من 2 تا قاشق چوبی، شما هر وسیله که دوست دارید میتونید بذارید، اینو میذارم و بادمجون رو میذارم وسطش و شروع میکنم برش زدن. اما این یعنی اون قاشقا باعث میشه که این برشا تا آخر نره و بادمجون تا تهش از هم جدا نشه. نگاه کنین، به این صورت میشه. خیلی راحته. خب وقتی که بادمجون رو به این صورت برش زدم، میخوابونمشون توی میذارمشون توی آب نمک که مقداری تلخیشون گرفته بشه و هینی که بادمجون داره آماده میشه، من جعفری و پیاز دارم که با 250 گرم گوشت پیازم رنده کردم کناره گوشت و جعفری که خورد کردم به اندازه 2 قاشق غذاخوری بهش اضافه میکنم. خب حالا ادویجاتش رو میریزم که خیلی ساده است: نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و مقدار کمی هم پاپریکا. اندازه نمک، فلفل، زردچوبه و پودر پاپریکا هر اندازه که دوست دارید میتونید بهش اضافه کنید. خب من شروع میکنم هم زدن. میبینم که یه مقداری سفت هست، چون این گوشتمون تخم مرغ نداره، بهش 1 قاشق غذاخوری آب اضافه میکنم و این خیلی راحت تر هم میخوره. خب مایه گوشتیمون حاضره. بادمجونم از آب نمک در آوردم و داخل برش ها رو از ماده گوشتی پر میکنم. خیلی راحت. اندازش هم خیلی مهم نیست. فقط باید سعی کنید که جوری پر بشه که بادمجونا یعنی اون قسمتش پاره نشه و شکلش خراب نشه. وقتی که بادمجونا گوشت لایه اون برش های بادمجون جا میگیره میذاریمش، بادمجون شکل هلالی پیدا میکنه و این خودش غذا رو زیباتر میکنه. خب همه گوشت رو، اگه مقداری هم گوشت اضافه اومد، میتونین به صورت کوفته های ریز داخل همین ظرفمون بذاریم. خب حالا میریم سس رو آماده کنیم. 2 قاشق غذاخوری رو به گوجه، آب 1 عدد لیمو ترش، روغن مایه به مقدار 2 قاشق غذاخوری و همون ادویه ها رو: نمک، فلفل، فلفل سیاه، پودر پاپریکا، زردچوبه و با فرق دیگه ای که این سس دارچین هم داره هم میزنم و نیاز داره که مقدار رقیق تر بشه، داخلش آب ساده اضافه میکنم و حالا این سس رو میریزم روی بادمجونا و من چند تا پیاز ریز هم کنارش گذاشتم. شما هر نوع سبزیجاتی که دوست دارید میتونید کنار این بادمجونا بذارید و اینو میذارم داخل فری که از قبل گرم شده 150 درجه به مدت 1 ساعت تا پخته بشه. خب غذای خوشمزه ما حاضر شده و امیدوارم که شما هم این غذای خوشمزه و لذیذ رو بپذید و در کنار خانواده میل کنید. نوشه جان.